پس از سقوط حکومت پیشین، نظام بانکداری در کشور نیز متاثر از تحولات سیاسی شد. در تازه ترین مورد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به هشدارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد از سقوط احتمالی نظام بانکی در افغانستان میگوید که آنها برای جلوگیری از سقوط بانکی در کشور اقدامهای مؤثر را روی دست گرفتند. ما اطمینان میتیم که افغانستان سقوط نمیکنه. هرگز سقوط نمیکنه. سرمایه ملی ما جمع شده، انشاءالله نجات پیدا میکنه. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که برای بیرون شدن از بحران بانکی باید بانک مرکزی سیاسی نشود. یک تعداد متخصصین حرفوی افغان بیاره که مسئول بانک مرکزی شوند تا ای که یک دلیل برای بحث ایجاد شود که بانک مرکزی افغانستان یک صندوق رفت و آمد پول است و سیاسی نیست. محدودیت های کنونی قابل توجیه نیستند و باید حل شوند. اگر سازمان ملل و کشورها امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسند، باید یک راه حل بدیل جستجو شود. کشورها باید بانک های خصوصی افغانستان را اجازه بدهند که از سیستم بانکداری جهانی استفاده کنند. از سوی هم شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که برای اینکه نظام بانکی در افغانستان سقوط نکند، بانک جهانی باید از پولهایی که منجمد ساخته مقدار آن را به بانکهای افغانستان پرداخت کند. حداقل 1.8 میلیارد یا 1 میلیارد حداقل بعد اقلی 1 میلیارد دلار دوباره به سیستم بانکی افغانستان تزریق کنند با موجودیت نماینده های از بانک جهانی، صندوق بچی بین المللی و ملل متحد که در حقیقت او تمامی ضرورت های یک بانک ها را سنجش می شود و اساس از او در حقیقت پرداخت می شود و این پرداخت ها در حقیقت شارگ از اقتصاد افغانستان به وجود می رود و تجارت به کار می رود. در حال حاضر بانک ها در کشور تنها پرداخت دارند و دیگر خدمات آنها متوقف هستند. پس از سقوط حکومت پیشین، شهروندان کشور از بانک ها پولهایشان را برداشت می کنند، اما آنان حاضر به امانت گذاشتن پولشان در بانک ها نیستند.